In the name of God, the compassionate, the merciful, به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم های عزیز سلام، ما درس معلوم مجهول رو دادیم براتون، تمریناتش رو باید حل میکردین، حل کنید، بیاید تو اپش رو با هم دیگه حل کنیم. الان رسیدیم به صفحه 31 tag questions. فعلا این فایلی که بازه رو نگاه نکنید، فعلا بیایید صفحه 31 کتاب درسیتون tag questions. فلسفه 31، see also، tag questions. tag questions ها چی هستن؟ tag questions ها سوالات کوتاه بهشون میگیم، سوالات تاییدی و همینطور سوالات زمینه ای. اینا چی هستن؟ بلکه همون چیزی هست که ما تو زبان فارسی بهشون میگیم، بهش میگیم اینطور نیست، درسته، مگه نه؟ همین بخوایم درسته و یا اینطور نیست و در زبان انگلیسی بخوایم درست کنیم، باید یه سری گام های رو برداریم. باید به فاعل جمله نگاه کنیم، به فعل جمله نگاه کنیم که الان براتون توضیح میدم. پس tag questions ها همون چیزایی هستن که ما در زبان فارسی بهش میگیم اینطور نیست، مگه نه، درسته و غیره. خب برای ساخت tag questions ها در زبان انگلیسی همینطوری که صفحه 31 دارید نگاه میکنید، ما به دو رکن جمله نیاز داریم. مینا is happy، این جمله مونه. مینا فاعل، is فعل مونه. خب ما به دو رکن جمله نیاز داریم، فاعل و فعل. اگر فعل کمکی در جمله داشته باشه مشکلمون حل است، همون فعل کمکی استفاده میکنیم و یک سوال کوتاه میسازیم. پس اینجا ما این فعل کمکی is رو داریم، to be is، فعل کمکی is رو داریم، از is میتونیم استفاده کنیم، سوال رو کوتاه بسازیم. پس ما به دو رکن جمله نیاز داریم، فاعل فعل، مینا که فاعلمونه، is که فعلمونه. خب اگه بخوایم مینا is رو سوالی کنیم میشه is مینا، ولی ما توی tag questions چرا همیشه به جای اسم ضمیر استفاده میکنیم، میشه is she به جای مینا she. اما چرا اونجا گفته isn't؟ ببینید بچه ها، اگه جمله ما مثبت باشه سوال زمینه ما منفیه و برعکس. پس چه شد؟ اگر جمله ما مثبت باشه سوال زمینه ای که میسازیم منفیه و برعکس. و برعکس یعنی چی؟ یعنی اگه جمله ما منفی باشه سوال زمینه ما مثبته. دومه مثال رو نگاه کنید. He is writing an email. او داره یه ایمیل می نویسه. He فاعل مونه، خوب ضمیره پس مشکل نداریم. ضمیر از ضمیر می تونیم استفاده کنیم. Is writing فعل مونه. Is writing با خودش یه فعل کمکی is رو داره که همونو می تونیم استفاده کنیم. میشه is he is writing an email. Is he. چرا اینجا گفته isn't؟ چون جمله ما مثبته. ضمیر ما میشه منفی. Isn't he is writing an email. Isn't he؟ او داره یه ایمیل می نویسه. درسته؟ اینطور نیست؟ بریم جمله سه. تو جمله سوم جورج wasn't hungry. جورج گرسنه نبود. جورج فاعل، wasn't فعلمونه. خب واز فعل کمکی هم هست. بخوایم گفتیم به فاعل فعل نیاز داریم دیگه. فعل ما که واز هست از خود واز استفاده می کنیم. نمیگیم was George، میگیم was George، چون wasn't منفی هست نمیگیم was George، میگیم was he، چون اینجا wasn't منفی هست بنابراین میشه was he. George wasn't hungry. George گرسنه نبود. درسته؟ was he. میریم جمله بعد. The girls were weaving a carpet. دخترها داشتن فرش میبافتن. The girls دخترها میشه فاعلمون که ضمیرشون میشه they. were weaving داشتن میبافتن. خب اینجا ما باز فعل کمکی were رو داریم، از همه فعل کمکی استفاده میکنیم، میشه weren't they، چون مثبته و میشه weren't. weren't they. بریم جمله بعدی. they are going to همدان. اونا میخوان برن به همدان. دی داریم از خود ضمیر، فاعلمون ضمیره پس مشکلمون حله. آرم داریم که میشه راحت سوالی کرد، میشه آر دی، چون مثبته میشه آرم دی، جمله مثبته میشه آرم دی.
They are going to Hamadan. اونا دارن میرن به همدان. Aren't they? درسته؟ جمله بعدی. His father won't buy a new car. Will he? His father فاعلمونه. Won't buy فعلمونه. منفیه. پس اون بر باید مثبت بسازیم. Won't مخفف will not. میشه will he. Will he? His father won't buy a new car. Will he? جمله بعدی. The boys have broken the window. پسرها پنجره رو شکستن. باز به دو رکن جمله نیاز داریم. فاعل که the boys هست و have broken فعل. چون مثبته اون طرف باید منفی بیاریم. Have broken از have که فعل کمکیش هست استفاده میکنیم. سوال میسازیم. مثبته اون میشه منفی. Haven't they? The boys have broken the window. Haven't they? پسرها پنجره رو شکستن. درسته؟ و جمله آخر Your sister has passed the exam. خواهر شما امتحان قبول شد. Hasn't she? اینجا has فعل کمکی داشتیم. از has استفاده کردیم. منفیش کردیم. به جای your sister هم she آوردیم. Hasn't she? بنابراین tag questions یا سوالات تاییدی یا سوالات کوتاه یا سوالات زمینه‌ای چیزی هستند که ما بهشون میگیم اینطور نیست. درسته؟ برای ساختش به دو رکن جمله نیاز داریم. فاعل که در سوالات کوتاه باید ضمیر استفاده کنیم. فعل که اگه فعل کمکی و فعل توبی داشته باشیم جاشون رو با فاعل عوض میکنیم. اما اگه فعل کمکی و توبی نداشته باشیم چی کار میکنیم؟ خب بچه ها تا اینجا خوب بود فهمیدین؟ تا اینجا خوب بود فهمیدین؟ خب حالا بریم سر فایل. فایلی که باز هست داره سوالات کوتاه، این سری سوالات کوتاه، این سری نکات دارن که اون نکات داره براتون بیان میکنه. نوشته سوالات کوتاه tag questions. در انگلیسی زمانی که بخواهند در جمله‌ای که بین که بیان کردن از شنونده یا خواننده تایید بگیرن یا اینکه ببینن جمله مورد قبول واقع شده یا نه، از سوال کوتاه tag questions استفاده میکنن. اما کسی که بهتون همه الان گفتم، خب tag question گفته بهش میگن اینطور نیست، مگه ندرسته و غیر و معادل فارسیشون هست. اما tag question گفته به دو صورت مثبت و منفی کاربرد داره. اگه جمله مثبت باشه سوال کوتاه ما منفیه و اگه منفی باشه سوال کوتاه ما مثبته. نکته دیگه این که وقتی جمله تموم شده و شما میخواهید سوال کوتاه بسازید، قبل از سوال کوتاه شما باید کاما استفاده کنید، ویرگول استفاده کنید. بعد گفته که اگه فعل کمکی داشته باشیم مثل آر و ویل و کن و غیر و میتونیم از افعال کمکی استفاده کنیم و به جای فایل هم از ضمایر فاعلی آی، وی، شی، دی و غیر رو استفاده میکنیم. این جمله کلی سوال و کوتاه رو براتون پایین داده. گفته اگه جمله مثبت باشه فعل کمکیمون منفیه و ضمیر فاعلی میاریم. اگه جمله منفی باشه فعل کمکیمون مثبته به اضافه ضمیر فاعلی و علامت سوال. اگه دقت کنین قبل از جمله سوال کوتاه ما یک کاما هم داریم. حالا نکات، نکاتش چیه؟ گفته اگه نکته یک، اگه جمله دارای فعل کمکی باشه در سوال کوتاه از همون فعل کمکی استفاده میکنیم که تو جمله اومده. They are going to build a new bridge. اونا قصد دارن که پل جدید بسازن. They are going to. اینجا are داریم فعل کمکی. میشه aren't they. Aren't they. Are میشه aren't. و خود they که ضمیره از ضمیر استفاده میکنن. نکته دوم اینه که اگر جمله سوال زمینه‌ای که ما میخوایم بسازیم منفی باشه از مخفف استفاده میکنیم. هیچ وقت نمیگیم در جمله بالا هیچ وقت مثلا نمیگیم are not they، میگیم aren't they. بس در جمله بالا هیچ وقت ما نمیگیم are not they یا در جمله دیگه نمیگیم do not they، does not they، همش میگیم don't they، doesn't they.
در سوالات کوتاه از شکل مخفف استفاده میکنیم. نکته سوم گفته خب اگه در ادامه ما فعل کمکی نداشته باشیم چیکار میکنیم؟ اگه فعل کمکی نداشته باشیم جمله من اگه زمان و حال ساده باشه با دو و دال سوال میکنیم، اگر گذشته ساده باشه با دید. جمله اول رو نگاه کنید. My brothers get up early in the morning. برادرای من بلند میشن صبح در زود صبح زود بلند صبح در از میخوام زود بلند میشن صبح. My brother فاعلمونه، my brothers فاعلمونه، get up زمان حال ساده هست. چون زمان حال ساده هست با دو سوالی شده، دو شکل این ور مثبته اون ور میشه منفی، میشه don't they. چون فعل جمله ما مثبته سوال ضربی ما منفی میشه don't they. جمله دوم رو نگاه کنید. مینا waters the flowers every day. مینا آب میده گلا رو هر روز. باز اینجا مینا که فاعلمونه برش ضمیر شی استفاده میکنیم، waters آبیاری میکنه آب میده، چون سوم شخص مفرد زمان و حال اس گرفته، بنابراین سوم شخص مفرد ما رو با داز سوالی میکردیم میشه doesn't she. مینا waters the flowers every day. doesn't she. اما اگه جمله همون گذشته باشه چی؟ خب گذشته رو با چی سوالی میکردیم؟ با دید سوالی میکردیم، از دید استفاده میکنیم. The generous man donated a lot of money to homeless children. مرد سخاوتمند اهدا کرد، بخشید پول زیادی رو به بچه های بی خانمان، بچه هایی که خونه ندارن. خب اینجا donated گذشته هست، گذشته ساده رو با دید سوالی میکنیم میشه did they، چون مثبته اون بر میشه منفی میشه didn't they. پس the generous man مردان سخاوتمند، مردان جمع مردان سخاوتمند میشه they، donated گذشته است با did میشه didn't they. the generous man donated a lot of money to the homeless children. didn't they. حالا بریم نقطه چهار. نقطه چهار بسیار مهمه. تو سوالات امتحانی الان چند سال که اومد ازتون امتحان کتاب جدید اومده، این نقطه رو، نقطه چهار رو مدام و مرتبا سوال میدن از این نقطه. چیه؟ میگه که جمله ما مثبت باشه ولی کلمات منفی کننده در جمله باشه باشه. مثل چی؟ مثل never، مثل rarely، مثل no، مثل little، مثل few. مثلا تو کتابتون یه مثال داره با never. خب اگه اینا رو ما در جمله داشته باشیم جمله ما درست not نداره ولی منفیه، با اینا منفی میشه. اگر ما کلمه های منفی کننده در جمله داشته باشیم جمله با منفیه، بنابراین سوال کوتاه ما میشه مثبت، برعکسش میشه مثبت. These old people never gave up smoking. never اونجا براتون آبی گذاشتم، never منفی کرده، بنابراین اینجا میشه gave up فعل ما گذشته است، گذشته رو با did سوالی میکنیم میشه did they. these old people never gave up smoking. did they. حالا بریم سر نقطه پنجم. میگه اگه جمله هایی که ما با I am یا بخففش I am شروع میشه، سوال ضمیر یا سوال کوتاهش باید با aren't باشه، چون ما amn't نداریم، amnot مخفف نداره، چون نداره اینجا استثناءً از aren't استفاده میشه. I'm watching my favorite program on TV. aren't I. پس I am شده aren't I. اما اگه I'm not داشته باشیم میشه am I. I am not making pancakes now. am I. تا اینجا نکاتی که براتون گفتم، نکته‌ای که امسال خیلی براتون مهمه، نکته شماره 1، نکته شماره 2، نکته شماره 3 و نکته شماره 4 هست. نکته شماره 5 مثلا به ندرت کم میاد سوال ازش. نکته شماره 5 کمه، ولی اونایی که برای کنکور دارن میخونن خب این نکته رو یاد بگیرن. نکته شماره 6، سوالای کوتاهی که با let's شروع می شود
سوال کوتاه شلوغی می باشد. جا وقتی که با لس شروع میشه سوال کوتاهشون به شلوغی هست. Let's tell our father what we did. Shall we? Let's tell our father what we did. Shall we? این نکته هم از اون نکته هایی هستش که کم میاد و اونایی که دارن برای کنکور میخونن یاد بگیرن. نکته شماره 7. اگه جملهمون با this شروع بشه در سوال کوتاه از it استفاده میکنیم، اما چنان که جمله ما با دیز یا دوز شروع بشه در سوال کوتاه از دی استفاده میکنیم. ببینید بچه ها مثال رو. That will attract many tourists. That will attract many tourists. Won't it? به جای that از it استفاده کردیم. These can't be sold easily. Can they? به جای these از they استفاده کردیم. بریم نکته شماره 8. نکته شماره 8 مهمه. تو کتابتون هم یه مدیه تمرین اومده، بنابراین نکته شماره 8 و نکته شماره بالا نمیدونم چی بود، نکته شماره 8 و اون نکته ای که براتون از نکته شماره 4 تو کتابتون اومده، نکته شماره 8 هم مثال تمرینش اومده. این دو تا نکته چون تمرینش اومده بنابراین بیشتر یاد بگیرید، خیلی مهمه. میگه در صورتی که جمله ما تو جمله there is, there are, there was, there were داشته باشیم، تو سوال کوتاه از خود there استفاده میکنه. تغییر there تغییری نمیکنه. پس اینا تمرینش اومده و مهمه. There are lots of dictionaries in the library. Aren't there? There are شده. Aren't there? چون جمله مثبت شده aren't there. و نکته آخر، نکته نهم دیگه، اگه شما امر منفی و مثبت میگه در جمله داشته باشی از will you استفاده میکنیم. Turn on the TV please. تلویزیون رو روشن کن لطفا. امریه، امر مثبت. Will you? Don't buy the old apartment. Apartment قدیمی رو نخر. Will you? بنابراین اگه امر مثبت و منفی هم داشته باشیم از will you استفاده می کنیم. این نکته هم براتون زیاد من سوال ندیده آمده باشه، ولی خوب به یه نگاه کنید ضرر نداره. بنابراین میریم بالا. گفتیم نکته شماره 1 خیلی بالا که براتون فرمول کلی رو داده. نکته شماره 1 خیلی مهمه. نکته شماره 2 بسیار مهمه. نکته شماره 3 خیلی مهمه. 4 بسیار مهمه. بقیه رو هم بخونید. و نکته شماره 8 هم تمرینش تو کتابتون اومده، بسیار مهمه. بقیه رو بچه ها بخونید، ضرر نداره، برای کنکورتون میتونه خوب باشه. بنابراین ما سوالای کوتاه رو امروز براتون درس داریم. هر جا رو متوجه نشدید میتونید سوال بپرسید، ما براتون تکرار میکنیم. اینجا گفته go to part grammar of your tech workbook and do see. میگه برو قسمت گرامر کتاب کارت و سی رو انجام بده. سی ازتون خواسته صفحه 20 هست. تمرین سی ازتون خواسته complete the following sentences with appropriate tag questions. جملات زیر رو با tag question مناسب پر بکنید. اولی رو من براتون میگم، بقیه رو خودتون حل کنید، بعد با هم دو افشاد حل میکنید. It's a lovely day. It's a lovely day. Isn't it? میشه isn't it؟ چون اینجا it's مخفف it is. Isn't it? و دومی هم براتون میگم You haven't done your homework. اینجا you فاعلمونه. Have فعل کمکی داریم، منفی میشه، اون طرف میشه مثبت. You haven't done your homework. Have you? بقیه هم خودتون حل بکنید. بچه ها بحث معلوم مجهول، جملات مجهول active and passive voices و بحث tag questions از اون نکاتی هستش که حداقل یکی دو تا سوال سر امتحان براتون میاد. بنابراین ازتون میخوام قشنگ بخونید، مخصوصا
مجهول رو بچه اگه متوجه فکر میکنید متوجه نمیشید، فیلم رو دو سه بار نگاه کنید یا سه چهار بار نگاه کنید، بعد اگه جایی رو باز متوجه نشدید من براتون تو از من بخواید من براتون توضیح بدم. تک کوئسچن هم که بسیار ساده است، با یکی دو بار تمرین کردن تک کوئسچن ها رو یاد میگیرید. جلسه امروز ما تمام شد، موفق باشید و خداحافظ. با عرض سلام خدمت همه دخترای عزیزم، با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما دخترای عزیز. بچه ها من درس دو رو از صفحه 21 تا صفحه 28 براتون دوباره یک تکرار یک تکراری برای روی درس انجام میدیم، چون درس ها خیلی مهم هستن. البته من در جلسات گذشته اگر آپارات رو دنبال کرده باشین از ادامه درس یک، یعنی از اصلاحات ارضی تا صفحه 28 کاربری زمین براتون توضیح دادم، اما درس دو مدیریت شهر و روستا همونطوری گفتم چون دارای اهمیت خاصی هست براتون دوباره توضیح میدم. اگر با هم دیگه همکاری بکنیم هم درس را بهتر متوجه میشین. همین که درس ها همونطوری گفتیم چون به طور زنجیروار با هم دیگه متصل هستن، درس دو در واقع بچه ها ادامه درس یک هست، درس سه ادامه درس دو هست. پس لطفا این درس ها رو خوب مرور بکنید، خوب مطالعه بکنید و به شکل تحلیلی به موضوع نگاه بکنید. اما مدیریت درس دو مدیریت شهرها و روستاها، همونطور که میدونیم بچه ها شهر و روستاها محل زندگی، محل سکونت، کار، اشتغال، فعالیت های اقتصادی، روابط اجتماعی و به طور کلی محل زندگی جوامع انسانی هستند. اما امروزه در دوره معاصر افزایش شهرنشینی و رشد توسعه شهرنشینی از یک طرف، تمرکز جمعیت از یک طرف و از طرف دیگه هم ما شاهد هستیم که شاهد کاهش تدریجی زندگی روستانشینی هستیم. همچنین مهاجرتی که نیروی کار از روستاها به شهرها میان مسائل و مشکلاتی رو هم برای روستا هم برای شهر به وجود آورده. افراد صاحب نظر به این فکر رو رسیدن که باید یک برنامه ریزی داشته باشن هم برای روستا هم برای شهر، تا اینکه تا حدودی مشکلات رو رفع بکنن و همچنین به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستا و شهر کمک بکنه این مسئله. اما همونطور که خودتون میدونید نیازها و مسائل شهرهای امروز رو در چه چیزهایی باید جستجو بکنیم. یکی از اینها تجهیزات و خدمات عمومی هست، بسیار مهم. مسکن خیلی مهم هست بچه ها، مسئله بعد که هم در روستا و هم در شهر خیلی مورد اهمیت قرار میگیره مسئله اشتغال هست. مسئله بعد آسیب های اجتماعی و امنیت شهری، محیط زیست شهری، اینا مسئله و مشکلاتی هستند که هم در روستا و هم در شهر باید بهش توجه بکنیم. و مسئله آخر هوشمند سازی شهرها هست، هوشمند سازی شهرها هست. خب دختر عزیزم، همونطور که میدونی در سالهای گذشته هم ما در پایه 11 هم اشاره کردیم یکی از پدیده‌های ناشی از نظام اقتصادی سرمایه داری نابرابری فضایی هست. در بیشتر شهرها بچه ها امکانات و خدمات شهری به طور عادلانه و یک نواخت توزیع نشده و بنابراین بین مناطق مرفه‌نشین و منطقه محروم خیلی تفاوت های چشمگیری شما از نظر فضای جغرافیایی ملاحظه میکنید. تجهیزات و خدمات عمومی رو در صفحه 21 سمت چپ برامون آورده. شما در اینجا میبینید مانند شبکه آب، فاضلاب، پیاده‌روها، خیابان‌ها، شبکه برق و گاز، سامانی دفع زباله، مبلمان شهری و مسائلی از این قبیل. بنابراین برنامه ریزان و مدیریت شهری برای اینکه رفع بکنه این نابرابری ها رو و چاره اندیشی بکنه باید اقداماتی هم در روستا و هم در شهر صورت بگیره. اما مسئله خیلی مهم همونطور که ما هم در شهرها شاهد هستیم مسئله مسکن هست. تا
دختره عزیز، مسکن یکی از مهمترین نیازهای زندگی انسان ها هست و شهرها همیشه با مسئله مسکن روبرو و مواجه هستند. البته اینو گفته نماند که شدت و چگونگی این مسئله هم در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف با هم دیگه فرق میکنه. خب مشخصه در شهرهایی که تمرکز زیاد جمعیت هست، وقتی خود شهرها پر جمعیت هستند، داری جمعیت انبوهی هستند و از طرف دیگه هم شاهد ماجراهای گسترده از روستاها به شهرها میشن، این مسکن کافی و برای خود مردمان مسکن کافی نیست. همچنین ما شاهد هستیم که قیمت رو به رشدی هم این مسکن ها دارند. همچنین قیمت های اجاره خونه ها هم در این شهرها بسیار بسیار بالا هست. حالا از این طرف دیگه شما در نظر بگیرین افرادی که قشر ضعیف هستن یا کتاب اشاره کرده فقیران شهری به علت اختلافات طبقاتی شدید و چون رعایت اجتماعی رعایت نشده عدالت اجتماعی و بنابراین پول کافی برای اجاره و خرید مسکن هم ندارد، مشخص متاسفانه در برخی از شهرهای بزرگ شما افرادی هستند که بی خانمان هستند. کتاب اشاره کرده به کارتون خواب که این افراد در کنار خیابان ها یا روی نیمکت پارک ها شب رو به روز میرسونند و متاسفانه این در حال افزایش هستش. از طرف دیگه بچه ها همونطور که میدونیم در اطراف شهرهای بزرگ در نتیجه مشکل مسکن یک اسکان غیر رسمی یا غیر قانونی شکل میگیره که بیشتر این افراد هم حاشیه نشین ها هستن و زاغه نشین ها هستن که به این مسئله دامن میزنن. شما فرض بکنید مهاجرای فقیری به یک شهر وارد میشن، قیمت زمین و خانه در این شهرها بسیار بالاست، پس بنابراین این افراد به شکل غیر قانونی و به شکل مسکن‌های موقتی در حاشیه شهرها برای خودشون میان خونه‌های درست میکنن. البته این خانه‌ها هم اسمش خونه است، در حالی که به شکل از مواد ارزان قیمت هست، مثل ضایعات آهن، حلبی‌ها، اتاق‌های انبوه خودروها و مسائل بهداشتی در این ساحه‌ها رعایت نمیشه و متاسفانه میزان جرائم و بزهکاری هم و انحرافات اجتماعی در زاغه ها بسیار زیاد هست. مانند زاغه نشینی در شهر بمبئی در کشور هندوستان کتاب اشاره کرده، همچنین در زاغه ها در اکثر شهرهای بزرگ صنعتی رو به افزایش هستش. در کشور ما هم بچه ها پدیده حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ به وجود اومده. پس این یک مسئله بود در ارتباط با مسکن. مسئله بعد که خیلی مهم هست در ارتباط با اشتغال شهرها هست. دختره عزیز، یکی از مشکلات مهم شهرها افزایش طبیعی جمعیت شهری از یک طرف و از طرف دیگر افزایشی که گفتیم بر اثر مهاجرت نیروی کار از طرف دیگه صورت میگیره و مهاجران از روستاها و شهرهای بزرگ مهاجرت میکنن تا اینکه با امید اینکه شغلی پیدا کنن درآمدی داشته باشن. اما افرادی که به شهرها میان در واقع کارگرایی هستن ساده و مهارت و تخصص خاصی ندارن. از طرف دیگه هم همونطور که میدونیم فرصت‌های شغلی در شهرها بسیار کم هست، محدوده. خب افرادی مهاجر هستن و به شهرها میان شروع میکنن به پیدا کردن کارهای موقتی، مثل کارگرایی که موقتی باشن یا روزمز باشن یا به شکل که در رستوران ها به عنوان خدمتکار کار بکنن. درآمد اینها خیلی کم هست چون همونطور که میدونیم هزینه مسکن و خوراک و پوشاک در شهرها خیلی بالاست. حالا درآمد این که اینو در میارن خب براشون کافی نیست. بنابراین در اقتصاد این شهرها، شهرهای بزرگ، بچه ها بخش غیر رسمی و غیر قانونی شکل میگیره که ما شاهد هستیم مثل فروشندهای دورگرد، دستفروش ها، اونایی که زباله جمع میکنن، دلال ها، نوازنده های دورگرد. متاسفانه افرادی هستن که فعالیت بخش غیر رسمی در شهرها رو زیاد میکنن و متاسفانه خیلی از این افراد رو هم کودکان کار تشکیل میدن.
که در اداره شهر و در برنامه ریزی ها و سر و سامان دادن به مشاغل غیر رسمی ما باید بیشترین توجه رو به این افراد داشته باشیم. این در ارتباط با اشتغال شهری بود. اما بچه ها در ارتباط با مسئله چهارم صفحه 24 خیلی مهم هست، این قسمت رو خوب یاد میگیریم، در ارتباط با امنیت شهر و آسیب‌های اجتماعی هست. خانمان عزیزی که دارن ملاحظه میکنن و از الان تدریس رو دارن میبینن، ما در ارتباط با درس دو مسائل و مشکلات روستا و شهرها از صفحه 21 بله داریم این اشتغال و مسکن رو گفتیم، امنیت شهری و آسیب‌های اجتماعی رو. انشاءالله که الان خسته نشده باشید. اما بچه ها در ارتباط با امنیت شهری و آسیب‌های اجتماعی در نظر بگیریم افراد رو درآمد کم داشته باشن، شخص از یه طرف بیکار باشه، درآمد نداشته باشه، درآمدش بسیار ناچیز باشه، مسکنش نامناسب و حاشیه‌نشین. همین ها دست به دست هم میدن و به فقر شهری منجر میشن. بچه ها بین فقر و جرم و بزهکاری ارتباط بسیاری وجود داره. در نمای حاشیه‌نشین و همای فقیرنشین متاسفانه انحرافات، تجربی‌ها، سرقت، خشونت، اعتیاد و طلاق بسیار زیاد است. خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها، با آثار فرهنگی دقت بکنیم، خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها، آثار فرهنگی یکی از انحرافات اجتماعی در شهرهاست که کتاب به عنوان وندالیسم شهری در کتاب آورده. وضعی شهری میتونن در پیشگیری از وقوع جرم یا جرم‌پزی بسیار نقش مهمی داشته باشن. شما در نظر بگیرید زاغه ها یا ساختمان های متروکه یا محله های قدیمی فرسوده که نور کافی ندارن، مخصوصا در شب امنیت ندارن، فاقد امنیت هم. ما میتونیم با افزایش نظارت و نصب دوربین های مدار بسته، بهبود روشنایی معابر و از همه مهمتر بازسازی محلهای فرسوده و مخروبه از کارهایی است که مدیران شهری میتونن تو این کار تو این زمین انجام بدن. البته در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی در شهرها و تأمین امنیت ما باید در اول در ابتدا به علل و ریشه آسیب‌ها بپردازیم، مثل فقر، بیکاری، اینا شناسایی بشن، اینا از بین برن و همچنین آموزش‌های لازم و برگزاری کلاس‌های برای شهروندان در این زمینه بسیار مفید هست. دختر عزیزم، امنیت شهری و آسیب‌های اجتماعی رو سر امتحان خوب به دقت بخونید. مسئله بعد محیط زیست شهری. همونطور که می‌دونیم شهرنشینی با افزایش فشار بر منابع، مصرف انرژی، آلودگی آب و خاک همراه است. همونطور که می‌دونیم مصرف انرژی در شهرهای بزرگ بسیار بالاست. بنابراین به دنبال روی شهرنشینی به منابع فشار وارد میاره، آسیب میرسونه و باعث تخریب آلودگی محیط زیست رو هم ما از طرف دیگر در شهرهای بزرگ و کلان شهرها شاهد هستیم. یکی از ارکان رکنهای مهمی که ما به یک شهر سالم برسیم و داشتن شهر سالم بچه ها کم کردن آلودگی ها و همچنین پاکیزگی محیط زیست هستش. پس ما باید آلودگی ها رو به حد اقل برسونیم و جلوی آلودگی های محیط زیست رو هم بگیریم. جلوی آلودگی های تخریب محیط زیست رو هم بگیریم. در برخی از شهرها اقدامات خیلی ارزندی صورت گرفته در زمینه مدیریت زباله، مدیریت پسماند، الگوی مصرف آب، برق، فاضلاب‌ها، کاهش آلودگی هوا. خوشبختانه اقدامات بسیار ارزندی صورت گرفته. در برخی از شهرها هم گام‌هایی رو در این زمینه برداشتن، ولی هنوز هم هنوزه برخی از شهرها با آلودگی‌های بسیار شدید و جدی روبرو هستند. در صفحه 25 یک نمونه کتاب آورده، یک طرحی هست با نام بام تا با.
تجهیز 1000 منزل مسکونی در شهر یزد یک طرحی هست به برای اینکه انرژی خورشیدی رو استفاده کنن از انرژی خورشیدی که از سال 96 آغاز شده. این در ارتباط با محیط زیست شهری بوده. اما مسئله بعدی که خوب دقت بکنید در این حال که مهم هست، بسیار بسیار میتونه آثار مفیدی و کاربردی چه در روستا و در شهر داشته باشه. اون مسئله بچه‌ها زیباسازی و مبلمان شهری هست. همونطور که میدونیم شهر موجود زنده هست، فعال و انسان هم موجودی هست که زیبایی ها رو دوست داره. در واقع انسان موجودی زیبا پسند هست. بنابراین در طراحی ها و مدیریت شهری بچه‌ها و زیبایی شهر و فضای مختلف باید طوری باشه که انسان هایی که در روستا یا در شهر زندگی می کنن باید احساس امنیت و احساس آرامش و تعلق خاطر بکنن. پس اینجا یک بحثی به وجود میاد، مبحثی هست به اسم مبلمان شهری. به چه معنی هست؟ بچه ها مبلمان شهری اصلا یک مفهومش اگر بروش توضیح بدیم داره مفهوم گسترده است. در واقع به معنای مجموعه وسیع گفته میشه از وسایل، نمادها و عناصری که در شهرها هست. شما فرض کنیم مثل نیمکت ها، سطرهای زباله، مجسمه هایی که در میادین نصب میشه، نرده ها، حفاظ ها، آبنما ها، پرچم ها، گل ها، طراحی فضای سبز، جدول ها، پارک ها، رورپردازیشون، روشنایی معابر. اینا خیلی مهم هستن در مخصوصا علائم راهنمایی رانندگی، جدول بندی و کفپوش پیاده‌روها که مورد استفاده بیشتر ساکنان شهرها قرار میگیره. حالا مدام مبلمان شهری صاحب نظران میان به مسئله خیلی مهم دقت کنه. صاحب نظران در طراحی مبلمان شهری باید بیان فرهنگ و هنر بومی و ملی رو بهش هم اهمیت بدن، هم تقویتش بکنن. مثلا شما فرض کنین افرادی در جامعه ما هستن، افرادی نیازه افراد ویژه، مثل افرادی که معلول هستن، افرادی که جانباز هستن، افراد سالخورده هستن. باید برای اینها در مبلمان شهری ما طراحی های خاص بکنیم. مثلا کتاب گفته خط بسامایی. خط بسامایی بچه ها در شهرهای بزرگ شما اگه نگاه کنید مسیرهایی هست که همراه با موزاییک شیاردار هستش. برای این برای افراد کمبینا و افراد نابینا طراحی شده تا بتونن این مسیر رو راحت‌تر پیدا بکنن و با احساس امنیت بیشتری راه برن. بین میگن خط بسامایی که گفته مخصوص امور نابینایان هست. یا شما نگاه میکنید در بعضی از قسمت های شهر یه جایی هست به اسم رمپ برای امور ویلچرها، برای افرادی که معلول هستن و در ساختمان های عمومی و پارک ها طراحی شده. عامل بعد بچه های عزیز هوشمند سازی شهرها هست. اگه دیگه گفتیم شهر هوشمند چی هست، اصلا تعریف شهر هوشمند باید گفتیم بگیم که به شهری میگن که در روی امور مختلف اون برای حمل و نقل، مصرف انرژی، مدیریت ترافیک و پسماند ما میام از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده میکنیم. بچه ها در شهرهای هوشمند انواع حسگرها و سنسورها اطلاعات رو در سامانهای مختلف جمع میکنن، جمع‌آوری میکنن، پردازش میکنن که ما میتونیم با دقت بیشتری مثلا شما فرض بکنید که با استفاده از اطلاعات و ارتباطاتی که در شهرهای بزرگ است ما میتونیم انواع آتش سوزی ها یا انواع سرقت ها رو سریعتر اطلاع بدیم و حتی میتونن در نواحی شلوغ شهر و حتی حسگرها میتونن تصادفات یا جرایم خیابانی رو به اطلاع پلیس و اورژانس برسونن. ما میتونیم با هوشمندسازی بچه ها مدیریت ترافیک میتونیم به راننده هایی که خودرو هستن برای اینکه جلوگیری کنن از ورود به خیابان های پرترافیک قبل از اینکه به خیابان اصلی وارد بشن آیا که اون خیابون شلوغ هست یا اینکه داره ترافیک روانی هست رو اطلاع رسانی بکنیم.
همچنین بچه ها میتونیم با استفاده از حسگرها آلودگی هوا رو در نقاط مختلف بسنجیم و هشدار بدیم. دختر عزیز من، همونطور که درس دو رو گفتیم، از صفحه 21 تا صفحه 28 ما مدیریت شهرها و روستاها رو براتون گفتیم. امیدواریم که از کلاس نهایت استفاده رو برده باشید و براتون مفید باشه. دختر عزیز من، درس دو رو به دقت، کتاب رو به دقت بخونید، همچنین به گفته های ما هم توجه بکنید. امیدواریم که همیشه موفق و معید باشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدارت. عرض سلام و خسته نباشید خدمت دانش آموزای عزیز و با آرزوی سلامتی خدمت تک تک شما عزیزان. جلسه امروز ما مربوط میشه به ادامه درس سوم فارسی که همجور که مصدر هستید، جلسه قبلی شعر خوانی در مکتب حقایق که مربوط به حفظ شعر شما هست و از اونجایی که فوق العاده در امتحانات نهایی و کنکور اهمیت داره، من تک تک بیتاشو برای شما عزیزان بررسی کرده بودم. حالا امروز درس سوم ما که تحت عنوان آزادی هست شروع میکنیم. ناله بیت اول ابتدا. ناله مرغ اسیر این همه بحر وطن است، مسلک مرغ گرفتار قفس همچون من است. خب الان روی زبان میشه. ناله در این بیت یعنی شعر، بحر یعنی برای، حرف اضافه حساب میشه، مسلک روش رفتار، گرفتار یعنی گرفتار شده که تشکیل شده از بن ماضی گرفت و علاوه الف و ر. بیت ما دو تا جمله اسنادی داره عزیزان، چون هر دو تا فعل اسنادی اصل درشون هست. ناله مرغ اسیر این همه بحر وطن است، این بیت، این مصرع اول میشه اولین جمله اسنادی ما، و مصرع دوم که گفته مسلک مرغ گرفتار قفس همچون من است، این هم میشه جمله دوم اسنادی ما. حالا قلمروی ادبیش. مرغ اسیر استعاره هستش از شاعر یا آزادی خواه. بعد تناسب داریم بین کلمات اسیر، قفس و گرفتار. علاوه بر اون تشبیه داریم اینجا که گفته مسلک مرغ گرفتار قفس همچون من است، یعنی مسلک پرنده گرفتار مانند من است. چو اعداد تشبیه من مشبهم به مسلک مرغ گرفتارم میشه، گرفتار قفس هم میشه مشبه ما. بعد واج آرایی داریم در اینجا، با حرف میم زیاد تکرار شده، تکرار داریم، آرایه تکرار داریم، کلمه مرغ تکرار شده. میایم قلمروی فکریش. میگه سروده های من فقط به خاطر میهن هستش، من و پرندهی که گرفتار در قفس هست همانند هم هستیم و به خاطر محروم شدن از آزادی هستش که ما مینالیم. حالا میام بیت دوم عزیزان. همت از باد سحر می طلبم گر ببرد خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است. قلم روی زبان میشه. همت یعنی اراده. در بیت به معنی یاری و کمک هستش. طرف به معنای کناره، کنار. رفیق منظور آزادی خواهان هستش. گر جزء حروف ربط پیوند وابسته ساز است. ما قبلا گفته بودیم تو حروف ربط دو دسته هستن. حروف ربط وابسته ساز، پیوند وابسته ساز، حروف ربط یا پیوند همپای ساز. همپای ساز ها چهار تا بودن، اما، ولی، یا و حرف و. اما وابسته ساز ها زیاد هستن، در صورتی که اگر که، زیرا که، تا این که، بسیارن. خب قلمروی ادبی شالا. از باد سحر کمک طلبیدن میشه تشخیص. باد سحر خودش نماد خبررسانیه. چمن استعاره از ایران هستش. آزادی، سرزمین آزاد، میخواد بگه مانند چمن سرسبز هستن. همت طلبیدن کنایه از یاری خواستن. جناس هست بین کلمات من و چمن. قلمروی فکری شالا. میگه از نسیم سحری که آزاد هست یاری میخوام تا ناله های دردآلوده من رو به کسانی که آزاد و آزادی خواه هستن برسونه. میان فکر بیت سوم. فکری هموطنان در رای آزادی خیش بنمایید که هر کس نکند
مثل من است. هموطنان چون قبلش ای داریم حرف ندا، پس هموطنان میشه منادا. هر کس میشه ترکیب وصفی. حالا قلمرو ادبیش میگه که تشبیه داریم. این قسمت که میگه مثال دوم، بنمایید که هر کس نکند، یعنی هر کس فکری به حال خودش نکنه، مثل من است، یعنی مثل من اسیر هستش. مثل اعداد تشبیه، من مشبه هم به. خب این ادامه مبحث درس سه. قلمرو فکریشو میخوایم بگیم از بیت سوم ما. قلمرو فکریشو اگه بخوایم بگیم میشه ای هموطنان، برای آزادی وطن از تسلط بیگانگان و حکومت ستمگرانه باید کوشش کرد که اگه چنین نکنید همیشه به همین صورت مثل من در اسارت و بند خواهید بود. میام بیت چهارم، خامه ای کون شود از دست اجانب آباد، ز عشق ویران کنشان خانه، که بیت الحزن است. خب او مرجع زمینش خانه است، خود خانه یعنی سرزمین ایران، کشور ایران، مقصودش سرزمین ایران. اجانب جمع اجنبیه یعنی بیگانگان. اش نقش مفعولی داره اینجا که گفته ویران کنش، یعنی آن خانه را ویران کن. پس اش نقش مفعولی داره. بیت الحزن یعنی خانه غم، ماتم کده. بیت الاحزان یعنی خانه غمها، جای بسیار غم‌انگیز. اینجا دستم مجاز داره، مجازن قدرت، توانایی. حالا قلمرو ادبیش چیه؟ خانه میشه استعاره از ایران. اغراق داریم اینکه با عشق کسی بخواد سرزمینی رو ویران کنه، میشه اغراق. تشبیه داریم آن خان بیت، اینجا که گفته آن خانه که بیت الحزن است، یعنی آن خانه مانند بیت الحزن است، کلبه غم هاست. تشبیه بیت الحزن مشبه هم به خانه مشبه. تلمی داریم بیت الاحزان، طبق روایات نام کلبه‌ای هستش که حضرت یعقوب در آن خونه، در آن خانه در غم فراق حضرت یوسف که پیامبر ما بوده گریه میکرده. حالا قلمرو فکری چیه؟ میگه سرزمینی که به دست بیگانگان آباد بشه با عشق اون سرزمین رو ویران کن، زیرا که آن وطن خانه غم و ماتمه. حالا بیت پنجم، جامعه گوشبد از قهر بخون بهر وطن، بدران جامعه که ننگ تن و کم از کفن است. قلمرو زبانیش، جامعه یعنی لباس، بدر یعنی پاره کن، ننگ یعنی رسوایی، کم از یعنی بی ارزشتر است، کو محبب که او. قلمرو ادبیش، تناسب داری بین جامعه غرق بخون با کفن. علاوه رو کم از کفن بودن کنایه است، کنایه از بی ارزش بودن، کم ارزش بودن. غرق به خون بودن کنایه از شهید شدن. خود کفن در ادبیات نماد کم ارزشی. حالا قلمرو فکریش میگه کسی که خودش رو در راه آزادی و استقلال میهنش فدا نکنه از مرده بدتره، و لباسی رو که به تن داره از کفن هم بی ارزش داره. بیام بیت ششم و آخرین بیت این شعر آزادی، آن کسی را که در این ملک سلیمان کردی، ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. دانش آموزان عزیز، این بیت فوق العاده مهم و برای امتحانات نهایی و کنکور، البته ابیات دیگه هم مهمه، ولی این بیت چندین سال جزء سوالات امتحان نهایی بوده. آن کس یعنی محمد علی شاه، منظورش محمد علی شاه قاجاره. ملک یعنی سرزمین. ببینید ملک از کلماتی هستش که در کنکور بسیار میاد، لغاتی هستش که به اصطلاح متشابه بهشون میگن. ملک سرزمین، ملک ثروت دارایی، ملک فرشته. ببینید حرکتا که عوض میشه معنای کلمه عوض میشه. سلیمان کردیم یعنی پادشاه ساختیم، اهرمن یعنی شیطان، همون شکل دیگری از اهریمن هستش. قلمرو ادبیش تلمی داره به داستان حضرت سلیمان، که میدونید که حضرت سلیمان علاوه بر اینکه پیامبر بوده، پادشاه هم بوده، چندین سال پادشاهی کرده، و ایشون یه انگشتری داشته که به اصطلاح در انگشترش مهر پادشاهی حک شده بوده، و نامه‌هایی که می‌نوشتن
به سرزمین های مختلف، در پایانشون مهر رو میزدن به معنای که به اصطلاح ارزشمند بودن اون نامه و نشاندنده این باشه که واقعا از جانب حضرت سلیمان صادر شده. که در نبود ایشان زمانی که یه روز از قصر خودش خارج میشه، یه شخصی که یه دیوی که بسیار به حضرت سلیمان شباهت داشته به نام جراده میاد وارد قصر ایشون میشه و از اونجایی که قبلا انگشتر حضرت سلیمان رو چند روز قبل ربوده بودش، از حضرت سلیمان اون انگشتر رو در دست خودش میندازه و میاد به جای ایشون تا به مدت 40 روز پادشاهی میکنه و اطرافیانش رو فریب میده که بعد دستش رو میشه و ایشون رو، این دیو رو میکشن و حضرت سلیمان دوباره به اصطلاح مسند حکومت خودش برمیگرده. سلیمان کردیم یعنی پادشاه ساختیم، عهد من یعنی شیطان. داشتیم آرایه های ادبیش رو گفتیم، قلمرو ادبی تلمی داره داستان حضرت سلیمان، تشبیه داریم، او مقصودش محمد علی شاه هستش که میگه مانند شیطان هست. بله، اهرمن پس میشه مشبهون به او، که مقصود محمد علی شاه هست میشه مشبه ما. تضاد هست بین اهریمن و سلیمان، علاوه اون سلیمان نماد فرمانروایی و عدالت گستری هستش، خود اهریمن هم در ادبیات نماد خباثت و بدی هستش. حالا رسیدیم به قلمروی فکری ما. قلمروی فکریش میگه آن کسی را که پادشاه این سرزمین کردیم تا سرزمین ما را آباد کنه، ملت ایران اکنون به این حقیقت پی برده که محمد علی شاه شیطانی هستش که در اندیشه ویران کردن این سرزمین هست. دانش آموزای عزیز، شعر آزادی در اینجا به پایان رسید. یه شعر دیگه در دست سوم شما گنجوده شده تحت عنوان دفتر زمانه. دوباره ادامه درس رو با هم ادامه میدیم. باز میخوام یه وقفه کوتاهی ایجاد شد. خب درس آزادی ما تموم شد. رسیدیم به دفتر زمانه. شعر دفتر زمانه که همون درس سومه. بیت اول میگه هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت، آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت. قلم روی زبانیش هرگز قیده کم و بیش نیازهای مادی وابستگی ها غم نداشت، یعنی غم نمیخورد. آری هم که قید هستش، قلم روی ادبیش. این که دل مانند انسان غم داشته باشه میشه تشخیص. بعد آرایه تکرار داریم با کلمات غم و بیش و کم. علاوه بر اون آرایه عکس داریم، چون کم و بیش، بیش و کم. در یه مصرع اومده کم و بیش، در مصرع بعدی اومده بیش و کم، میشه آرایه عکس. مجاز داریم، کم و بیش مجاز است، وابستگی ها. بعد جناس داریم بین کم و غم. علم روی فکری شالا میگه هرگز دلم قصه کم و زیاد داشتن را نمیخوره، به همین دلیل هیچگاه غمگین نبود و غمی نداشت. یعنی چی؟ اینی آزاد از تعلقات مادی هستش. بیت دوم، در دفتر زمانه فتد نامش از قلم، هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت. خب از قلم افتادن یعنی فراموش شدن، به حساب نیومدن. نام میشه آوازه، شهرت. صاحب قلم اندیشمند، هنرمند. ملت اسم جمعه، اسم جمع اسمی که در ظاهر مفرد، در ظاهر مفرد آورده میشه اما در معنی به جمع کثیری گفته میشه. رمان به همین شکله، لشکرم به همین شکله. خب قلم روی عددیش تشبیه داریم دفتر زمانه، یعنی روزگار مثل دفتر هستش. بین دفتر و قلم تناسب وجود داره. مجاز داریم، قلم مجازه، مجاز از اندیشه. نام از قلم فتد کنایه است، کنایه از اینکه نادیده گرفته بشه. صاحب قلم هم که کنایه از نویسنده هستش. حالا قلم روی فکریش میگه هر ملتی که اندیشمند و روشن فکر نداشته باشه، خیلی زود نام و آوازش از روزگار محو خواهد شد. بیت سوم، در پیشگاه اهل خرد نیست محترم هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت. اهل خرد یعنی خردمندان. فکر جامعه میشه آرای اکثریت جامعه. قلم روی ادبی شالا پیشگاه مجازه، مجاز از دیدگاه و نظر. جامعه مجاز از مردم جامعه. قلم روی فکریش میگه هر کسی که به فکر مردم جامعه خودش احترام نذاره،
خودش نزد خردمندان محترم نیست، حرمتی نداره. میام بیت بعدی، بیت چهارم میگه که با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است، ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت. قلم روی زبانیش ابتدا تهی یعنی خالی، را حرف اضافه است. چرا؟ چون میگه ما را فراغتی است، یعنی برای ما فراغتی وجود داره. پس این را در معنی برای است، پس میشه را در کاربرد حرف اضافه. فراغت میشه آسودگی، آسایش. فراغت با فراغ هم آبا هستش. این فراغ با غی نقطه است به معنی آسودگی، آسایش. یه فراغ هم داریم با غی دو نقطه به معنی دوری، هجران. اینا بهشون میگن هم آبا، یعنی تلفظ یکسان اما معنا متفاوت. جمشید نام پادشاه معروف ایران هستش. جم هم که پادشاه بزرگ هستش. قلم روی ادبیش لفظ نش هست بین کلمات جیب. جیب لفظ یکه، جام لفظ دوه، مال نشر یکه، می نشر دوه. البته این لفظ نشه که من گفتم مختص رشته های انسانیه، برای بچه های تجربی نباید اینو یاد بگیرن، این مخصوص رشته های انسانیه. از اونجایی که این کتاب مشترکه من برای گفتم که برای انسانی ها که بدونن. تلمی داریم به پادشاهی جمشید و پادشاهان بزرگ. این بیت تلمی داره به پادشاهی جمشید، پادشاه ایران و پادشاهان بزرگ. و جناس هست بین کلمات جم و جام. البته اگه انسانی ها بخوان نوع اصلیشو بدونن میشه جناس ناقص افزایشی، چون جام یه حرف بیشتر از جم داره. کنایه داریم جام تهی بودن، یعنی بدون خوشی بودن، کنایه است. الان روی فکریش میگه با آنکه از نظر مادی چیزی ندارم، اما آسودگی من به گونه‌ای هستش که پادشاهان بزرگ هم آسایشی مثل من رو ندارن. بیان بیت پنجم و آخرین بیت این شعر. انصاف و عدل داشت موافق بسی، ولی چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت. انصاف یعنی برابر داشتن، بر هیچ طرف زیادی نشه. اینکه برابر داشتن باشه، بر هیچ طرفی زیادتر نشه، هر دو تا یکسان باشن. عدل انصاف امری هست بین افراد و تفرید. افراد به معنی زیاده روی در کاری، تفرید یعنی کوتاهی کردن در کاری. فرخی نام شاعر هستش، بنابراین آرای تخلص اینجا هست، چون اسم خودش آورده، اشاره داره به شاعری به نام فرخی یزدی. بسی قید هست، قید مقدار. علم روی ادبیش تخلص داری، چون آوردن نام شاعر در شعر هست. تشخیص داریم اینکه بخواد عدل انصاف موافق باشه، موافق داشته باشه، میشه تشخیص. حالا قلم روی فکریش میگه عدالت و انصاف موافقان زیادی داشت، اما هیچ کس در راه وفاداری به عدالت و انصاف مثل فرخی پابرجا و استوار نبودش. دخترای عزیز، این به این اشعار این درسم شعر دفتر زمانه به پایان رسید. این برداشته شده بود از دیوان اشعار فرخی یزدی. پس درس سوم ما که شامل دو تا شعر بود، یکی آزادی و یکی دفتر زمانه، در اینجا به پایان رسید. الان در اینجا میخوام کارگاه مدپژوهی رو در کنار شما عزیزان بررسیش کنم، پاسخ سوالاتش رو به شما بگم. ابتدا قلمروی زبانی، سوال اول میگه معنای واژه همت را در بیت‌های زیر بررسی کنید. الف میگه همت اگر سلسله جنبان شود، نور تواند که سلیمان شود. شعری است از وحشی بافقی. خب همت در این بیت به معنای عزم، اراده. حالا میام به قسمت به، گفته همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نوسفرم. بیتی است از حافظ. در اینجا همت اصطلاح عرفانی هست به معنای دعا، آرزو. حالا میام سوال دوم، دانش آموزای عزیز ببخشی یه وقفه ایجاد شد، داشتم درس آزاد رو به شما میگفتم، گفتم 5 نمره داره عزیزان. ببینید این قسمت که سفید نوشته شده
و خط کشی کردن، شما باید ادبیات بومی رو انتخاب بکنید. یعنی میتونید یکی از شاعران یا نویسندگان به اصطلاح شهرهای استان گیلان رو انتخاب بکنید. شاعران زیادن، یکی سید اشرف الدین حسینی گیلانی به معروف به نسیم شما، و دیگه هوشنگ ابتاج که نویسنده هست رشتیه، و شیبن فومنی، و حالی یکی از شخصیت ها شاعران یا نویسندگانه که به اصطلاح مربوط به استان گیلان هستن شما انتخاب بکنید. اینجا درباره زندگی نامش بنویسید عزیزان در این صفحه، و در این صفحه مثل که درس های کتابتون قلمرو برای کارگاه مدپژوهی، قلمرو زبانی، ادبی و فکری سوال درست کنید و پاسخشو بنویسید در کنارش، که این 5 نمره بهش اختصاص پیدا میکنه و جزء به اصطلاح یکی از فعالیت های شما هست، فعالیت های دانش آموزا که خودتون باید حتما انجام بدید و در نمره مستمر شما مؤثر هستش. دانش آموزای عزیز خسته نباشید میگم به همگی شما، و از اینکه حوصله به خرج دادید و پای صحبت های من نشستید تشکر میکنم. برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. شاد و پیروز باشید.